احکام عدسه عدسه این برآمدنی هوایی با شدت که همچو تیر است از دهان و بینی. در عدسه دادن فایده های بسیاری است که آن را طبیبان معاصر اثبات نمودند و در عدسه دادن احکام و آداب شرعی است. از جمله آن آداب ها این است که عدسه را الله سبحانه و تعالی دوست می دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه الله سبحانه و تعالی عدسه دادن را دوست می دارد. و به تحقیق در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم کلمه الحمدلله بعد از عدسه دادن وارد شده است و در این اشاره بر این است که فضل پروردگار به بنده اش بزرگ است. پس البته به این نعمت عدسه از بنده ضررها دور می گردد. پس شریعت بر او امر کرده است که بعد عدسه دادن شکر به الله کند و به سبب آن اجر و ثواب بگیرد، پس دعای نیک بکند. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یکی از شما عدسه بدهد پس الحمدلله بگوید و پس برادرش و یا آنی که همراه اوست یرحمک الله بگوید، پس به او یرحمک الله گویند پس او یهدیکم الله و یصلح بالکم بگوید. و از حقهای مسلمان بر مسلمان این است که هر وقت عدسه میدهد پس به شکر به پروردگار میکند و در حق شنونده آن عدسه دعای خیر میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یکی از شما عدسه بدهد پس الحمدلله بگوید. پس حق هر مسلمانی که آن عدسه را میشنود باید یرحمک الله بگوید و معنای یرحمک الله یعنی الله برای تو این سلامتیت را بر دوام بگرداند. و برای عدسه دهنده سنت آن است که در جواب آن یهدیکم الله و یصلح بالکم بگوید. و آن شخصی که بعد عدسه دادن الحمدلله نمیگوید و آن را فراموش کرده است پس به شخص شنونده امر مستحب است که الحمدلله گفتن را به او یادرس بکند تا او الحمدلله بگوید. و هر شخصی که عدسه او تکرار مییابد و زیاده از 3 بار عدسه میدهد پس او به آن زیاده چیزی نمیگوید بلکه میگوید که عفاک الله اینک مذکوم. و اگر شخص مقتدی در وقت خطبه نماز جمعه عدسه بدهد پس به آواز پست الحمدلله میگوید. ولی اگر با آواز بلند الحمدلله گفت در این حالت به دیگر نمازگزاران جایز نیست که جواب آن را بگردانند. و اگر امام در وقت خطبه عدسه داد و با آواز بلند الحمدلله گفت هیچ باکی ندارد که دیگران جواب آن عدسه را بگردانند. و اگر بعد عدسه چیزی نگفت دیگران نیز جواب آن را نمیگردانند زیرا وقت خطبه است. و اگر شخص غیر مسلمان عدسه بدهد و الحمدلله بگوید و آن را شخص مسلمان بشنود پس به جواب آن چنین بگوید، زیرا بعضی یهودی ها در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم عدسه می دادند و امید بر آن داشتند که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم یرحمک الله بگویند، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند که یهدیکم الله و یصلح بالکم. و آنی که برای قضای حاجت در حاجت خانه نشسته است مکروه است که به عدسه شخص جواب بگرداند. و اینچنین آن شخصی که در حاجت خانه خود عدسه می دهد مکروه است که با زبانش الحمدلله بگوید و به او جایز است که آن را با قلبش بگوید. و برای عدسه دهنده واجب است که آواز خود را در وقت عدسه کمی پس بکند و الحمدلله را بلند بگوید و روی خود را با دستش بپوشد تا آن چیزی که همراه عدسه از دهان و بینی عدسه دهنده می آید هم نشینانش را آزار ندهد و گردن خود را در وقت عدسه دادن به راست و چپ نگرداند تا به او ضرر نرسد.